توی این ویدیو راجع به ممنوع کار شدن گروه ماکانبان باهاتون صحبت میکنم. ممنوعیتی که به دلیل رفتار هنجار شکنانه و خارج از عرف مینا وحید بازیگر کشورمون بودش. همینطور بیانیه ای هم که گروه ماکانبان و تهیه کننده شون بر علیه مینا وحید صادر کردن هم براتون میخونم. صحبت های امیر مقاله در شروع کنسرت شب گذشته گروه ماکانبان رو هم با هم میشنویم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. برای اینکه ویدیو جنجالی بعدی رو هم از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید. سلام رفقا، به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. ویدیو امروزمون راجع به حواشی اخیر کنسرت ماکانبانده، کارهایی که مینا وحید کردش و احتمال داره با ممنوع کار شدن گروه ماکان همراه باشه. اتفاقات عجیب غریبی تو این کنسرت افتاد که بیشترش مربوط میشد به حضور مینا وحید و حرکت جنجالی که توی این کنسرت انجام داد که یه ویدیو مفصل راجع بهش صحبت کردیم که توی کانال موجوده و میتونید تماشاش کنید. اما بعد از این حرکت جنجالی که مینا وحید انجام داد، بازار شایعات درباره ممنوع کار شدن این گروه مطرح شد که اعضای گروه برای اینکه از احتمال به وقوع پیوستن ممنوع کاریشون جلوگیری بکنن یه بیانیه‌ای صادر کردن و امشب توی یکی از کنسرت‌هاشون اونو خوندن. ماکانبان که به خاطر استقبال مردم چندین شبه که کنسرتشون داره تمدید میشه، از ترس اینکه یه وقت مانع برگزاری کنسرتشون نشن این بیانیه رو صادر کردن. مؤسسه آوازین و تهیه کننده ماکانبان هم یه بیانیه دادش که توی این بیانیه نوشته شده مؤسسه آوایی فرهنگی و هنری آوازین و به عنوان ناشر موسیقی برگزار کننده کنسرت های موسیقی در تمام سال های فعالیت خود احترام به مخاطب، رعایت قوانین و ارزش های ایرانی و اسلامی و ایجاد شادی و نشاط اجتماعی را سر لوحه کار خود قرار دادن و همراه با هنرمندان عزیز تلاش نموده لحظاتش سرشار از نشاط اجتماعی و امیدواری را بین مخاطبان و محترم موسیقی ایجاد کند. متاسفانه در حین برگزاری کنسرت گروه ماکان در تاریخ 6 دی ماه سال جاری، شخصی در عمل غیر اخلاقی و خلاف عرف جامعه و قوانین برگزاری کنسرت همه ما را متاثر کرد. بدیهی است هرگز این رفتار نه تنها مورد تایید مؤسسه آوازینو و گروه ماکانبان نبوده و نیست، بلکه به شدت آن را تقبیح و محکوم میکند و همه مخاطبان و همراهان عزیزی که در کنسرت های مؤسسه حضور دارند را به رعایت قوانین و احترام به فرهنگ ایرانی اسلامی دعوت میکند. پرواز است که رفتار این شخص در کنترل هنرمندان گروه ماکان و عوامل برگزاری نبوده و در پایان از همه شما عزیزان با حضور خود در تمامی کنسرت های موسیقی از هنرمندان حمایت میکنید سپاسگزاریم. خلاصه که این بیانیه را هم گروه دادن که یه وقت ممنوع کار و ممنوع فعالیت نشن. باید ببینیم که در ادامه روزهای آینده این ممنوع کاری و ممنوع فعالیتی اتفاق میفته یا نه، با همین بیانیه سرتاش هم میاد. امیر مقاله خواننده گروه هم یه بیانیه گروه و اول کنسرت خوندش که بریم با هم ببینیم. ما هم با هم ناراحت برای شکستی کرد، اما با تمام وجود این رفتار ناشایست رو محکوم کنیم. برای اینکه ما بتونیم ساعت رو کنار هم باشیم، عده زیادی که شما هیچ وقت نمیبینیشون زحمت میکشن و از ما حمایت میکنن و ما قدردان زحمات تک تک این عزیزان هستیم. خواهش میکنم یه دست افتخار این عزیزان هستیم. حضور خانواده‌ها در کنسرت گروه ماکان افتخار ماست و ما حاضر نیستیم زیبایی حضور شما عزیزان به هیچ دلیل و توسط هیچ شخصی خدشه دار باشه. پس عاشقانه با یک دنیا خوبی و مهربانی کنار هم خواهیم بود تا به همه ثابت کنیم ما بهترین و بزرگترین خانواده شما هستیم. افتخار خودتون یه دست بزنید. خلاصه که این بود کل ماجرا. حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید راجع به این اتفاقات. یادتونم نره کانال رو سابسکرایب کنید و اون دکمه قرمز رنگش رو بزنید و اگرم ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم ببینید.